شد، باغ وطن پر لاله شد، ایران ما چون لاله شد، باغ وطن پر لاله شد، ایران ما چون لاله شد، باغ وطن پر لاله شد، ایران ما چون لاله شد، باغ وطن پر لاله شد. آیا این اپوزیسیون نیز به لحاظ اقتصادی دنباله همان نظم منحطی نیست که امروز مردم فرانسه و شیلی را به خیابان ها کشانده؟ آن به اصطلاح اصلاح طلبانی هم که هنوز خون مردم خشک نشده به دنبال فضا سازی برای انتخابات آینده هستند، آن هم در حالی که صراحتاً بر ادامه سیاست های اصرار دارند که معیشت روزمره مردم را هدف گرفته، آن هم در شرایطی که محکوم کردن سرکوب معترضین نیز ابا دارند، عملا ثابت کردند که بخشی از وضعیت موجودند و نه راه حل. میلیون ها نفر بیکار، حکومت کاسبکار، میلیون ها نفر بیکار، حکومت کاسبکار، میلیون ها نفر بیکار، حکومت کاسبکار. آری، ما در میانه چنین وضعیتی قرار گرفته ایم که گویی روزنه امیدی نیست، اما پافشاری بر حقیقت راه ها را نیز میگشاید. در میانه تباهی وضع موجود، ما مردم و ما دانشجویان به عنوان بخشی از این مردم تنها می توانیم بر خودمان تکیه کنیم. راه ما سیاست مردمی و مقاومتی متحد در برابر وضع موجود است. درد ما مشترک است. دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان با به صحنه آمدنشان در سالهای گذشته نشان دادند که هنوز هم مسئله دموکراسی است، اما نه آن دموکراسی که نسبت به زندگی مردم و عدالت اجتماعی بی‌طرف باشد. تقدیر ما ادامه این وضعیت نیست. تقدیر ما تکرار میدان ژاله نیست. امروز روز دانشجوست. درد مشترک را فریاد. آبان ماه امسال کشتار میدان ژاله. آبان ماه